اعوذ بالله السميع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بزرگترین تلاش دشمنان، خوب دقت کنید، بنابر آنچه که قرآن می‌فرماید، روایات ما می‌فرماید و تاریخ شهادت می‌دهد، بزرگترین حربه سپاه ابلیس ناامیدسازیه. اگر مردم عموماً، نسل جوان خصوصاً، ناامید بشن، از زندگی ناامید بشن، از ازدواج ناامید بشن، از فرزند آوری ناامید بشن، از همراهی با یکدیگر که تحقق آیه تعاونوا علی البر و التقواس ناامید بشن، از مجاهدت که خدا بالاترین مقام عالم قرار داده، فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، ناامید بشن. اگر ابلیس بتونه مردم رو ناامید کنه، بی تفاوتی زیاد میشه. خوب دقت کنید، بی غیرتی زیاد میشه، جهاد گریزی زیاد میشه، دنیا طلبی زیاد میشه. نتیجهش 3 جنایت میشود. در فاطمیه 1400 سال پیش، بعد از رحلت وجود نازنین پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، در مدینه و کربلا 3 جنایت اتفاق افتاد. مردم کاشان، چشم هممون روشن، در آشوب 1401 هم این 3 جنایت، بگید، در یک بازه زمانی چند ماهه و توسط یک عده قلیلی اتفاق افتاد. یا زنگ خطر ها. خواهران ممنونم که سکوت رعایت میکنن. او 3 جنایت چیه مردم؟ اون همه ریشش ناامیدیه. همه بی تفاوتی ها، همه به ماچه گفتن ها، همه فرارها، همه دنیا طلبی ها، همه خودخواهی ها، همش ریشش ناامیدیه. 3 جنایت چی بود اتفاق افتاد؟ جنایت اول، بهترین انسان ها که دیگه من بخوام آیاتی که اهل بیت مصداقشن بگم، 100 آیه و 1000 آیه، بهترین انسان ها بدترین ظلم ها بهشون شد. دختر پیغمبر، عصمت کبرا، حبیبه الهی، به تعبیر یکی از بزرگان، اگر پیغمبر می فرمودن فاطمه مو اذیت کنید و کتک بزنید، بیشتر از این می زدن. جنایت اولی که بدترین ظلم ها به بهترین انسان ها شد، 1. 2. جنایت دوم این شد که یک عده ای واستادن این ظلم ها، بگید، تماشا کردن، بی تفاوت بودن در برابرش، تماشا کردن. امیرالمومنین فرمودن اگه به یک زن یهودیه ظلم کردن، خلخال از پاش کشیدن، مردم در برابر او بی تفاوت بودن، از این قصه جا دار آدم جون بده، دق بکنه. حالا به زهرای مرضیه ظلم کنن، مردم واسن تماشا کنن؟ به امیرالمومنین ید الله، اسد الله، عین الله، لسان الله، اذن الله، ولی الله ظلم کنن، مردم واسن تماشا بکنن؟ به امام مجتبی ظلم بشه، مردم واسن تماشا بکنن؟
به امام حسین اون ظلم ها به خودش و خانواده عزیزش و یارانش بشه، مردم واسن تماشا بکنن، صدای هر کسی که یک ذره انسانیت تو وجودش بوده تو تاریخ در اومده که بابا خب طرف رو کشتید دیگه، بدنش رو زیر سم اسبان برای چیز لگد مال کردید. شما با بابا جنگ داشتید، بچه شیخاره رو چرا زدید؟ این ظلم ها شد. یک، این ظلم ها تماشا شد. دو، ظلم سوم، جنایت سوم چیه؟ یه عده‌ای گفتن حقشونه. این از همه دردناک‌تر بود. برادر و خواهر و علما، من از خودم نمیگم، حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله فرمودن سر یکی از بحثاشون، فرمودن جمله‌ای به حضرت زهرا، جمله‌ای از زهرا فرمود که دردش از درد پهلو و بازو و سینه سقط جنین بیشتر بوده. حضرت زهرا وقتی اون فضا رو تو اون اوضاع احوال دیدن، فرمودن مثل این که اینها ما رو مسلمان نمیدانن. امام سجاد هم همین داد رو زدن، فرمودن عمه مثل اینها ما رو مسلمان نمیدانن. که مسلمون کسی رو ندارن، میگن خب حقتونه. این ستا جنایت که قرآن میگه بدترین جنایت های ستاست، ظلم به بهترین انسان ها بشود، یک به انسان مظلوم، اونم مقتدر مظلوم ها، ظلم به اهل بیت بشود، یک تماشا بشود، دو بگن حقشونه، مخواستن درگیر نشه. امروز میگم میخواستم فضولی نکنم. این سه جنایت توی انقلاب اسلامی، این تعبیر خیلی قشنگی بالا نوشتن، ما به جمهوری زهرایی خود مینازیم. به جمهوری اسلامی که آرزوی همه انبیا و اولیا بوده، در یک زمانی برادرها خواهرها مکتب تشیع این قلمرو، این وسعت، این و عظمت، این اعتلای امروز رو نداشته. 44 سال دشمنا میخوان پرچم ولایت رو بیارن پایین، نتونستن. 44 سال میخوان به ولی ما آسیب بزنن، نتونستن. با تمام وجود باید بگیم الحمدلله رب العالمین. اما آمدن یه عده از انسانهای مظلوم رو توی آشوب اخیر بهشون ظلم کردن. مأمور امنیت کاری جز خدمت به مردم نداره که، بسیجی که کاری جز خدمت به مردم نداره، طلبه و روحانی که کاری جز خدمت نداره، پاسدار و نیروی امنیتی که کاری جز خدمت به مردم نداره، اینها رو زدن تو کوچه و خیابان تهران، مشهد، لاهیجان، کرج، عرضم به خدمتتون شیراز، حرم شاه چراغ، اصفهان، اینا رو زدن، یک یعنی ظلم کردن به بهترین خادمان مملکت، دستشون به ولی نرسید، اینو میگیم الحمدلله، ولی به بهترین خادمان مملکت ظلم کردن، اینا رو سلاخیشون کردن. شهید روح الله عجمیان رو 30 نفر به جانش افتادن، شهید آرمان عزیز علی وردی رو 30 نفر به جانش افتادن. دیدید در مشهد یا نه؟ انگار رو تشک نشسته داره با چاقو میزنه تو تشک. این ظلم رو به بهترین بچه‌ها کردن. من رفتم خونه شهید حسین زینالزاده، دانیال رضازاده اگه اشتباه نکنم، رفتم منزلشون، مادر هر دو گفتن آجا ما اینا رو با بی پدری بزرگ کردیم، تک فرزند خونه بود، هنوز یک سال نشده بود نامزد گرفته بود. این بچه بسیجی که از این بر بسیجی بود، از این بر خادم، جز خدمت توی نظام چکار کرده بود؟ خونه هاشون هم برید ببینید، خونه های هزار متری نبود، خونه شون به 100 متر نمی رسید. نه باغ بالا داشتن، نه باغ پایین داشتن، نه اختلاس کرده بودن، نه حقوق نجومی داشتن، نه ماشین آنچنانی داشتن، نه سهمیه دانشگاه داشتن. جز خدمت به این مردم بچه ها چکار کرده بودن؟ شهید آرمان علیوردی جز خدمت چکار کرده بود مگه؟ یه طلبه بسیجی.
اون شهیدی که تو لاهیجان ده ها ضربه چاقو بهش زدن، بعد بدن متحرش آوردن وسط خیابون، شراب ریختن روش، ظلم کردن. برادرها تو نظام جمهوری زهرایی ما الحمدلله دستشون به ولی نرسید، ولی به خادمان این مملکت ظلم کردن. اون مأمور امنیت چه گناهی کرد و تو مشهد آتیشش زدن؟ اینا که هر روز دارن شهید میدن مأمورین امنیت، که ظلم کردن به بهترین خادمان ولو عده معدودها. من میخوام یکم تقصیر خودمونم بگم ها، ظلم کردن. یک، یه عده واستادن چی آقا بگید؟ تماشا کردن اون صحنه مشهد رو. وقتی من رفتم دیدم، بچه ها به من گفتن آقا تمام، شاید تو فیلم ها دوستان دیده باشن، تمام مغازه ها بازه، ماشینا دارن رفت آمد میکنن تو خیابون، انگار نشسته روی یک بقول ما کیسه بوکس داره چاقو میزنه، یک نفر جلو نمیاد. مگه غیر از اینه که تو صحنه عاشورا زینب سلام الله علیها به عمر صد روی کرد گفت یبن صد، تو واسطادی دارن با حسین فاطمه اینجوری میکنن؟ جنایت اول این است که به خادمان این مملکت ظلم کردن، مظلومانه غریبانه اینا رو شهید کردن. من چند روز پیش رفته بودم قتلگاه شهید آرمان، چلومش بود، مقابل شهید گمنام دفنه، اینم یه ور کوچه گیرش آوردن تو اون تاریکی شب، 30 نفر بیریزن سرش زجر کشش بکنن. مردم رد میشن، آپارتمان هم همه دارن میبینن تو شهر اکباتان. جنایت بشود یک، ظلم بشود یک، دوی ظلم تماشا بشود دو، سه، بعضی ها آمدن گفتن حقتونه. شهید روح الله عجمیان بعضی که شهید میشه به خدا آدم دردش میاد ها، بعضی آمدن لگد زدن به جنازه و بدن مطهرش گفتن حقتونه. شهید علی خلیلی که از شهدای امر معروف قبلن بود، از روزی که چاقو خورد تا روزی که شهید شد تو بیمارستان بود، یکم فاصله حدود چند ماه بود، از تو بیمارستان به من زنگ زد گوه حاجی درد چاقوها یک طرف، درد زخم زبونا یک طرف. چرا امام سجاد فرمودن شام به ما بیشتر سخت گذشت؟ چرا؟ از حضرت پرسیدن کجا به شما سخت گذشت؟ فرمود از شام، از شام، از شام. چرا؟ گفتن آقا بابای شما کربلا شهید شد. فهمودن تو کربلا زخم شمشیر زدن، تو شام زخم زبان زدن. وارد شام خرابم کردن، خارجی زاده خطابم کردن. شهید علی خلیلی گفت آقا تو چاقو خورده بودم، داشتم تو خونم به خودم میخل دیدم، یه پیر مرد آمد رد شد گفت خوب شد فضولی کردی چاقو خوردی؟ لا اله الا الله. بگه تو همون حالی که درد میکشیدم برگشتم گفتم که عمو جان من فکر کردم دخترها و ناموس تو هم، رفتم از ناموس تو دفاع کنم چاقو خوردم. مردم به خدا امام حسین از ناموس طبیعت، از ناموس خلقت دفاع کرد، حضرت زهرا از ناموس خلقت دفاع کرد لگد خوردها. حاجی چه ربطی به ما داره؟ ما که نه ظلم کردیم نه تماشا کردیم نه گفتیم حقتونه، چرا داری برای ما میگی؟ میدونی چرا دشمن جری شد؟ میدونی چرا دشمن جری شد؟ معذرت میخوام مردم، من میخوام از علما اجازه بخوام بگم هممون یه ذره تقصیر رو داریم، هممون ها. من از شما مردم میخوام یه سوال بکنم، تو گفتگوهای عامیانمون، احوال پرسیامون، مهمونیامون، در مغازه ها، تو ماشین سوار میشیم، تو اتوبوسیم، تو مترو هستیم، تو مدرسه، تو دانشگاه، تو روزه، حتی تو هیئت، بیشتر از داراییامون میگیم یا از نداریامون؟ بلند بگید. نداریا یعنی چی؟ یعنی ناشکری. ناشکری از کجاست؟ ناامیدی. خبر به دشمن رسید، مردم ناشکرن، ناامیدن، مردم گلمندن، مردم اعتراض دارن،
مردم دارن حکومت رو میبرن زیر سوال. خبر به دشمن رسید. تو مدینه هم خبر به دشمن رسید. مهاجر و انصار هم دیگه خسته شدن از مجاهدت. خبر به دشمن رسید. الان وقتشه بریم در خونه فاطمه رو آتیش بزنیم. علی هم بیاد بره در خونه مهاجر و انصار در بزنه، کسی در رو باز نمی کنه. و همین شد. امیرالمومنین با فاطمه زهرا رفتن در خونه مهاجر و انصار، اینا خصوصی ها خواص جامعه بودن، در زدن. جگر آدم کباب میشه. حضرت زهرا و امیرالمومنین بفرماید علی جان اگه گفتن کیه تو جواب نده، بذار من بگم منم. بفهمن علیه درو باز نمی کنن، بذار من بگم به خاطر فاطمه درو باز کن. درو باز میکردن، میدن فاطمه زهرا و امیرالمومنین جا میخوردن. صاف به امیرالمومنین از زهرا گفتن اگه بقیه اومدن ما هم میاییم، اگه بقیه اومدن ما هم میاییم. خبر به اردوگاه دشمن رسید که یاران قرآن هم خبر شد داده، آیه 54 سوره مائده، یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم. الله اکبر. این آیه، این آیه خیلی هشدار عجیبیه. این آیه پیغمبر میدونید چی گفت وقتی برای پیغمبر نازل شد؟ جبرئیل به پیغمبر عرض کرد یا رسول الله، ربت سلام میرساند، میگه امت تو بعد از تو جانشین تو را یاری نمی کنن، ناامیدن. تعبیرها مال منه. خسته شدن، دنیا زده شدن، طلبکار شدن، ناشکر شدن. همین هم شد. جبرئیل خبر داده بود دیگه. ولی پیغمبر قصه نخور، یه امتی میان از نسل سلمان فارسی، فسوف یأتی الله بقوم. او روز ذکر خیر ایرانیا بوده، محضر پیغمبر اکرم و یارانشون. یه امتی میان پیغمبر دست زدن به دوش سلمان فارسی، اینا پای دین تو وامیستن. اینا مادراشون یه فرزند میدن میشه یه شهید. دو تا فرزند میدن میشه بگید دو شهید. بگه برم جلو یا بسه؟ سه تا فرزند میدن میشه سه شهید، چهار شهید، پنج شهید، شش شهید، هفت شهید، هشت شهید، نه شهید. دو تا مادر تو ایران پیدا کردم یکی نه تا شهید دادن. خبرشو جبرئیل به پیغمبر داده. یا رسول الله قصه نخوری، یا قصه نخور، پرچم ولایت بلند میشه، پرچم ولایت بلند میشه. میخوام یکم تعریف ازتون بکنم بعد هشدارم بدم با قرآن، هیچی از خودم نمیگم. یا رسول الله اصلا قصه نخور، یه امتی میان یحبهم و یحبونه، خدا و ولی خدا را از بچه هاشون بیشتر دوست دارن. مادر سه شهید اومد پیش امام، به دستای من نگاه کنید، به امام گفته بود من بچه های خودم با دستای خودم گذاشتم تو دل خاک بدنشون رو. امام گریه کرده بودن. مادر سه شهید برگشت تو صورت امام نگاه کرد، گفت آقا من سه تا بچه هم دادم که دیگه ولی گریه نکنه. یه بار علی گریه کرده بسه، یه بار ولی از تنهایی سر تو چاه کرده برای همه عالم بس. امیرالمومنین کسی نداشت رفت تو چاه گریه کرد. آقا تو گریه نکن، تو گریه کنی من مادرم داد میزنم. ها من بچه هامو دادم که تو گریه نکنی. یحبهم و یحبونه، اینا کسانی هم که اونقدر امیدوار به معامله با خدا هستن، پاره تنشو میده. مال چه معنا داره اصلا؟ ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون. اینا اینقدر امیدوارند به راه، امیدوارن به وعده ها، امیدوارن به پشتیبانی خدا، امیدوارن به وساطت اهل بیت، امیدوارن به روشنی آینده، امیدوارن به اینکه دشمن ذلیلانه شکست میخورد، امیدوارن.
یک ذره ناامیدی تو وجودشون نیست. یا رسول الله قصه نخوری یا فسوف یعت الله به قومه. دیگه چی ویژگی دارن؟ عزلتن علی المؤمنین عزتن علی الکافرین. مرزای جغرافیایی براشون مهم نیست، شکل و قیافه براشون مهم نیست، سیاه و سفید براشون مهم نیست، رئیس و مرؤوس مهم نیست، هر که مؤمن تره اینا در مقابل او خاضع ترن. میخواد ایرانی باشه، افغانستانی باشه، لبنانی باشه، فلسطینی باشه، بحرینی باشه، یمنی باشه، حجازی باشه، اینا زندگیشونو با اونا تقسیم میکنن. اینا اونایی هم که خدا وعدشون داده ها. امیدوار باشی همه ای کارا رو میکنی ها. امیدوار باشی همه ای کارا رو میکنی. سه، یجاهدون فی سبیل الله. اینا میدوند و میدوند و میدوند تا انقلاب رو به ظهور متصل کنن. خسته نمیشن. امروز با حاج قاسم عرض کردم، حاج قاسم حضرت عباسی خسته نمیشی؟ گفت والله نه. گفتم ترس تو دلت نیست؟ گفت والله از غیر خدا نترسیدم. اینایی هم که قرآن بعدشونو داده. حاج قاسم سلیمانی ها، حاج حسین خرازی ها، حاج احمد کاظمی ها، حاج محمد سردار محمد حجازی ها، سید محمد حجازی، ولی الله چراغچی، عبدالحسین برونسی، نورالله شوشتری، محمود کاوه، همت ها، متوسلیان ها، اینایی هم دیگه. شما شهید باکری یک عکسش نمیدونم دیدید یا نه، سر و صورت همه خاکیه، یک گوشه تکیه داده، یک چورتی داره میزنه. شما بیا برو بخواب، یه همینقدر بسه. یجاهدون فی سبیل الله. برای چی مجاهدت میکنه؟ چون میدونه طرفش سرش تو حساب کتابه. خدا میخره مجاهدین را. ببخشید امشب یه بازی فینال فوتبال بوده، خودشونو دارن میکشن که به فینال برنده مقام اول بیارن. چقدر تاریخ مصرفشه؟ تا 4 سال دیگه. تا 4 سال دیگه یکی دیگه باز فینالیست میشه. اما مجاهد خودشو به آب و آتش میزنه تا به فینال عالم هستی برسه. فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. اصلا اینا معروفیتشون کهنه نمیشه که. الان عزیز خودم از مجاهدت امام مجتبی تو جنگ جمل فرمودن. امیرالمومنین فهمد برید جلوشو بگیرید، حسن داره قوقا میکنه. مجاهد خسته نمیشه که. مجاهد بازنشستگی نداره که. مجاهد اصلا تن نفسش تموم نشه، وصله. اصلا تازه مجاهد از لحظه که شهید میشه کاراییش بگید، چون احیاء ولکن لا تشعرون. مجاهده دیگه. این وجود شده منبع برکت. هر کی میخواد یه حرف منو باور کنه، حالا شما همتون خب بقول ما گلزارای شهدا دارید، ولی یه شب جمعه ساعت 1:20 به وقت حاج قاسم برید گلزار شهدای کرمان ببینید چه خبره. بعد میفهمید حاج قاسم زنده بیشتر داره کار میکنه یا حاج قاسمی که شهید شده. ببین داره چه کار میکنه حاج قاسم، نه از سر تا سر ایران، که از سر تا سر دنیا آدم میان شب جمعه اونجا صورت رو خاکش میذارن. نمیدونید چه خبره. طول سال ها، نه فقط ایام سال گردش ها. طول سال شبای جمعه ساعت 1:20 به وقت حاج قاسم. بریم بینید چه خبره. یک سفر برید الان. حرف منم برید اونجا. بقول معروف ببینید درستی همه. اللهم صل علی محمد. یک کارگر بهش میگیم بدو، میگه خب این کارفرمای ما که سرش تو حساب کتاب نیست که معلوم نیست پول بده، بذارم یکم استراحت کنه. ولی یه کارفرمایی به جای کارگر مثلا حقوقش 500 تومان بشه تو یک روز، کارفرمایی میگه 1 تومان بهت میدم، 2 برابر. این کارگره براش میدوه. یک کارفرما میگه حالا عشقم رسیده 10 برابر بهت بدم. این کارگره خودشو با آب بگیر آتیش میزنه. یک کارفرما میگه تو خودتو برای من فدا کن، من خودمو برای تو فدا میکنم. حالا کارگره باید چکا کنه؟ میدونه چرا امام حسین خودشو برای خدا فدا کرد؟ چون دید اگه خودشو برای خدا فدا کنه، خدا خودشو خرج امام حسین میکنه. این میشه مجاهدت. یه سو ناامید نمیشه از کار کردن که
حقوق بدن ندن، عیدی بدن ندن، دیر بدن زود بدن، گرم هوا سرد هوا، تحویل بگیرن، تشکر بکنن. اصلا من با اینا کاری ندارم که. انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. برای خدا کار کرده، اصلا توقع تشکرم از مردم نداره. زن وقتی آروان رو داشتن می زدنش، گفت من که فقط برای شما کار کردم، خدمت کردم، میخواد بزنید بزنید، هیچ توقعم از شما ندارم. طلبه عزیزی که نارنجک تو دستش منفجر شد، خیلی از طلبه های عزیز میشناسن، عاشق تقی وکیلپور، نارنجک از تو جیب اختشاشگره در آورد، تو دستش منفجر شد، میتونست ولش کنه، اگه ول میکرد اختشاشگران سر صورت شد. گفت الحمدلله به مردم نخورد، دست خودش ناقص شد، بلی که حتی دختر و پسر اختشاشگر آسیب نبینه. دارن ای آدمو میزنن ها، دارن ای آدمو میزنن. امام حسین رو زدن که به اسبای دشمن آب داده بود ها. آدم دردش میاد به خدا. امام حسین رو آب ندادن که به اسبای دشمن آب داده بود. اسبای دشمن آب داده. امام حسین رو زدن که چون دارید خوب ادب میکنید. امام حسین خردسال بودن، مردم منطقه عراق زمان پیغمبر اومدن محضر پیغمبر، یا رسول الله منطقه ما قحطی شده. اینجا داشته باشید بعد بقیه آیه رو معنا میکنم. پیغمبر تو مسجد بودن، فرمودن برید در خانه فاطمه کنار مسجد در بزنید، عمدن همه قضایا رو که پیغمبر میدونه، عالم به غیبه، برید بگید حسین کوچولو براتون دعا کنه. این مردم عراق، منطقه عراق اومدن در خونه حضرت زهرا در زدن، امام حسین اومدن دم در. آقازاده حسین ابن علی شمایی؟ بله. جدتون رسول الله؟ فرمودن شما برای ما دعای باران بکنید. فرمود اهل کجایید؟ گفتن اهل عراق. یه نگاهشون کرد امام حسین، دستای کوچولوشو به سمت آسمون بلند کرد، خدایا من حسینتم، برای مردم بارون میخوام، مگه میشه دعای امام حسین رد بشه؟ رفتن به منطقه خودشون، برای پیغمبر پیغام فرستادن، یا رسول الله از شما ممنونیم، از حسینتم ممنونیم، باران خوبی اومد، از قحطی نجات پیدا کردیم، آدمامون احشاممون از قحطی نجات پیدا کردن، زراعتمون از قحطی نجات پیدا کردیم، به حسینت بگو ایشالله یه روزی جبران میکنی. این امام حسین رو زدن ها، این امام حسین رو زدن، آدم جیگرش میسوزه از آب هم مزایقه کردن کوفی ها. ولی خدا به پیغمبر یه وعده داد، قصه نخوری ها، یه امتی میان، بچه هاشون که محبوب ترینشونن، همسرشون، باباشون، برادرشون که محبوب تریناشون هستن، برای خدا و ولی خدا خرج میکنن. میگم برو جبه. پسره گفت داشتم بندای پوتینم رو میبستم برم جبه، میخوام یوهب بهم و یوهب بونه رو معنا کنم و میخوام همینجورم که برقا رو کم کردن گریه کنید و گوش بدید. به خدا باید گریه کنیم مردم. این آشوب یه زنگ خطری بود ها. الان آیهش رو براتون میخونم. این آشوب یه زنگ خطری بود. دشمنش غلطی نمیتونه بکنه، ولی زنگ خطر ویژه‌ای بود ها. بچه میگه داشتم بنده پوتین رو میبستم، یکم معطل کردم، بابام آمد هلم داد، گفت بچه برو بنده پوتین رو ببند، برو جبهه، با دل بابات بازی نکن. خیلی باباها اینجور سوختن ها، خیلی مادرها سوختن. من خیلی تو معراج شهدا زمان جنگ میرفتم، پدران شهدا اینا رو میبردیم سر جنازه بچه‌شون. یه پدری روز خون امام حسین بود، وقتی آوردن جنازه بچه‌شو باز کردن، یه لحظه نگاه کرد، گفت ارباب خیلی روزه علی اکبر خوندم ولی نمیفهمیدم، حالا فهمیدم، حالا فهمیدم داغ جوون با دل بابا چیکار میکنه. یعنی یوهب بوم و یوهب بونا. جنازه سوراخ سوراخ بچه‌شو میارن جلوش، میگه فدای سر ولی خدا، فدای سر امام حسین، فدای اسلام.
همه این مادر پدرهای دیدید، شهدای فتنه هم دیدید، رفتین خونه شون. حتی اون مادری که بچه رو با یتیمی بزرگ کرده بود گفت خانم واقعا شعار نمیدی؟ گفت نه بچه‌م فدای اسلام شده. یعنی یحبهم یحبونه. عزلتن علی المؤمنین عزتن علی الکافرین. یعنی همه مظلومان و مؤمن عالم برای ما عزیزن ولو هر جای عالم باشن. یجاهدون فی سبیل الله. یعنی ما برای تلاش تو جمهوری اسلامی هیچ وقت خسته نمیشیم. ولا یخافون لومت لائم. از سرزنش هم نمیترسیم که بگن اینقدر دارید برای انقلاب و جمهوری اسلامی میدوید، بچه دادید، بچه تون شهید شده، جانباز شدید، آزاده شدید، خب کو باقا بالا پایین تو. جانبازای ما میگن که ما برای خونه که نرفتیم جبهه. خانواده شهید میگه ما که ما برای پولا نرفتیم جبهه. تمام مملکت رو باید بریزیم به پای اینا. ولی میگه من برای پاداشا نرفتم، من با خدا معامله کردم. بعد آخر آیه میگه و ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء والله واسع علیم. حالا ببینید خدا با پیغمبرش گفتگو میکردن تو این آیه 54 سوره مائده، به قول ما ذکر خیر ایرانیا شده که پیغمبر قصه نخور، اگر بعد از شما به زهرا و علی و حسن و حسین و بچه‌هات ظلم کردن، یه مردمی میان نمیذارن یه تار مو از سر ولیشون کم بشه. ای جانم بی مردم، اینا فقط به خاطر خدا کار میکنن. اما حالا قسمت آخر ارزمینه. آی مردم خوب کاشان، مردم خوب ایران، هر جای ایرانی صدا رو قراره بشنون که ایشالله بشنون، من از خودم نمیگم، از قرآن میگم، خدا چک سفید امضا به هیچ امتی بگی نداده. اگه من و شما هم یک ذره ناامیدی بیاد تو وجودمون، آقا چی شد؟ 44 سال گذشت، هنوز گرونیه، هنوز مشکلاته، هنوز اختلاسه. یعنی نیمه خالی لیوان هی به هم دیگه نشون بدیم، نیمه خالی لیوان به هم دیگه نشون بدیم، هممون ناامید میشیم. میگن دیدن مریض سرطانی هم رفتی دیدن نیمه پرو بهش بگو، بگو هنوز زنده ای الحمدلله، مرگ و زندگی هم دست خداست، بلند شو برو، بلند شو ورزش تو بکن. به نیمه خالی لیوان نگاه نکنید، به نیمه پرش نگاه کنید. اگر من و شما یک ذره ناامیدی بیاد تو چهره هامون، تو ادارات ما مردم رو سر بدوونن که مردم ناامید بشن، تو بازار ما خون مردم رو به چیشه بکنن برای که مردم ناامید بشن، یک عده توی مدیریت ها خرابکاری بکنن، سوء مدیریت بکنن برای که مردم ناامید بشن، یه عده دروغ پخش بکنن، دشمن خوب دروغ پخش میکنه، فضای مجازی دشمن دروغ پخش میکنه. قرآن میگه اگه دروغای دشمن رو باور کردید میفتید تو جاده جهالت. آیه 6 سوره حجرات. یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. آیت الله اخبار دشمن رو گوش کرده چپ کرده. رزمنده دیروز امروز اخبار دشمن رو گوش کرده چپ کرده. طلحه و زبیر بعد تکرار بشن دیگه. شم باید تکرار بشه دیگه. هر کی ناامیدی تو چهرش بیاد، تو رفتارش بیاد، تو کردارش بیاد، تو گفتارش بیاد، دروغ پخش کنی که مردم ناامید بشن. آقای چه وضعیه؟ آقای رئیسیش هم نتونست کاری بکنه، او یکی دیگه هم نتونست کاری بکنه، مردم بدبخت کردن، بیچاره کردن. ما که نگفتیم مشکلات نیست امروز. ولی نیمه پر لیوانه ببینید. حاج آقا نیمه پر لیوان چیه؟ اول منبرم از قرآن گفتم نیمه پر لیوان اینه. 44 سال دشمن میخواد پرچم ولایت رو بیاره پایین، تونسته بگید؟ نتونسته. این نیمه پر لیوانه. اصلا من به پیشرفت اقتصادی کار ندارم، اونا جای خودش. 44 سال دشمن میخواد ولی ما رو بزنه، تونسته؟ نتونسته. ولی یه روز دشمن رفت علی رو زد ها، فاطمه رو جلو چشم علی زد ها. 44 سال دشمن میخواد این مرزهای ما رو تغییر بده، تو 200 سال گذشته تجربه کرده تغییر داده، ولی 44 سال نتونسته یک وجب از این خاک بگیره، تونسته؟ اینا نیمه پر لیوان ها. 7 سال داعش اومد یک آجر از حرم حضرت زینب نتونست کم کنه، اینا نیمه پر لیوانه. 40 یه روزی 50 نفر بود، الان 10 میلیون نفره. راهیان نوری نبود، الان هست. اعتکافی نبود، الان هست. این همه مدافع اسلام و اهل بیت الان هست. خب مشکلاتم داریم، طبیعیه.
اینا رو که بفهمیم امیدوار میشیم. لذا من به شما مردم ایرانی که خدا وعده آمدنتون داده میگم ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خدا چک سفید امضا به امت پیغمبر نداد، به ما هم نداده. ناامید بشیم یک، بی تفاوت بشیم دو، دنیا پرست بشیم سه، تنبل بشیم چهار، اخبار دشمن رو اعتماد کنیم اخبار خودمون اعتبار نکنیم پنج، گرد ناامیدی رو تو مملکت پخشش کنیم با دروغ پردازی هایی که دشمن میگه ما هم انتقال بدیم شش، این اتفاقا بیفته. خدا چند جای قرآن فرموده یعتب خلقن بگید جدید، همچنان که به جای امت پیغمبر اونا رو گذاشتم کنار شما رو آوردم، شما رو میتونم بذارم کنار یه گروه دیگه بیارم اونا پرچم رو بلند کنن. خدا میگه الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آیه سوم سوره مائده. اگر همینجور که تا الان بودید محکمتر از این پشت ولی خدا رو داشتید، نصرت خدا میاد. ولی ینصرن الله من ینصره، ان تنصر الله ینصرکم. نصرت خدا میاد، شاه فرار کرد الحمدلله. یعنی یئس الذین کفر، به جایی که شما ناامید بشید بعد دشمناتون ناامید بشن. شاه با ناامیدی فرار کرد الحمدلله، صدام با ناامیدی رفت زبالدان تاریخ الحمدلله، داعش رفت زبالدان تاریخ الحمدلله، کمونیسم رفت زبالدان تاریخ الحمدلله. همین جور پشت ولی باشید انشاءالله به زودی زود اسرائیل، آمریکا، آل سعود، انگلیس هم میرن به زبالدان تاریخ. این وعده خداست. آیه هر کی آیه میخواد من آدرس میدم. آیه 56 سوره مائده، و من یتولى الله و رسوله والذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. شما با ولی باشی حزب الله غالبه. تو صنعت نظامی غالب شدید، تو صنعت هسته‌ای غالب شدید، تو موشک سازی غالب شدید، تو خیلی از صنایع غالب شدید بر دشمن، روی دشمن رو کم کردید، تو جنگ اقتصادی هم غالب بشید انشاءالله. فقط صبوری کنید. چقدر قرآن میگه اصبروا و صابروا و رابطوا. مردم شرایط سخته، باید صبر کنیم. و تواصوا بالحق و تواصوا به سب، باید صبر کنیم، باید یه قله رو رد کنیم تا به ظهور برسیم انشاءالله. و الا و الا این آشوب نشون داد دشمن همون نقشه‌ای رو برای ما طراحی کرده که برای خانه علی طراحی کرده بود. دشمن خانه علی رو آتش زد، یک تماشاچی درست کرد، دو گفتن حقشونه، سه امروز همون طراحی رو دشمن اینجا کرد. حواستون باشه، ما کم بگذاریم دشمن میاد جلو. قرآن میگه ها، قرآن فرموده، چند جای قرآن فرموده ما به دشمن شما رو یاری میکنیم ولی به دشمن مهلت میدیم. انما نملی لهم لیزدادوا اثما. شما پای ولایت باشید یاریتون میکنیم، پای ولایت نباشید خدا به دشمن مهلت میده. تا کجا؟ مقدمه توسل من. خدا به دشمن مهلت میده بیاد تو خانه علی، جلو علی زهرا رو بزنه. خدا به دشمن مهلت میده بیاد تو خونه امام حسن سجاده از زیر پای امام حسن بکشه. خدا به دشمن مهلت میده بگم بیاد رو سینه امام حسین بشینه. خدایا امیدواری رو به جامعه ما برگردان. وقتی امیدوار باشیم حیا عفت هم داریم، وقتی امیدوار باشیم مجاهدت هم داریم، وقتی امیدوار باشیم صبوری و مقاومت هم داریم، وقتی امیدوار باشیم به حرفای دشمن اطمینان بگید نمی کنیم، به حرفای مسئولین خودمون نمیگیم مسئولین معصومن، نه قطعا اشکال دارن، قطعا قابل انتقادن، قطعا ما هم اعتراض داریم، ولی الان بهترینان دارن کار میکنن، باید کمکشون کنیم. خدایا و آبروی محمد و آل محمد قسمت می دهیم این مدال افتخار نگه داشتن پرچم ولایت رو از امت اسلامی ایران، از این جمهوری زهرایی زوال میاورد.